کلاه منگوله یا این داستان احساس تنهایی. اوین بازی برای امروز کافیه، موشک رو بذار کنار پسرم. اگه نریم دیر میرسیم به مهمونی. میدونم اونجا بچه های جورایی برات قریبن، ولی اطمینان دارم که حسابی بهت خوش میگذره. کلا منگوله یا من نمیخوام برم مهمونی، آخه دوست دارم اینجا بمونم و با شما ها بازی کنم. چرا؟ برای چی دوست نداری بری؟ به ما بگو. بذارین یه رازی رو بهتون بگم. وقتی من توی اتاق با چند تا از بچه ها که نمیشناسمشون باشم خجالت میکشم، اون وقتی که نمیخوام بقیه اینو بفهمم. اوین آماده ای؟ را بیو. کاش میتونستم نرم و با شما ستا بازی کنم. دوست داشتم همه با هم سوار موشک بشیم و بریم تو فضا ماجراجویی کنیم. آره چه خوب میشه. خب دیگه برگردین سر جات. خدا حافظ اوین. انگار اوین همچین خیلی خوشحال نیست. همه یه وقتایی مثل اوین احساس ناراحتی و هیجان. چاو جبرا پوشیو بده. عجب جبه یه گنده ایه. آخ جون حتما قطعات موشکمون توشه. قطعات موشک؟ بله، من اوگی میخواین یه موشک بسازیم. اون وقت دوتایی با هم یه سفر میریم فضا. آخ که چه که بیداره. بایی زود باش اوگی، باید شروع کنیم. بچه کمک میخوام؟ نه خیلی ممنون، خودمون میتونیم. خیلی خوب باش. پس این چی؟ منم میرم تنهایی. تنهایی کار دارم. معموم شد. عجب چیزی ساختی. خب حالا بریم کدوم سیاره؟ چطوره بریم سیاره جونیپر؟ چه فکر خوبی، پس بزن بریم. اینو لازم نداری؟ نه خیلی ممنون، به نظر میاد اضافیه، چون بدون اون همه چی تکمیل شده، نباید چیز مهمی باشه. ببینم موشکتون جایی دو نفر رو داره. بله موشکمون دو نفر است، یه جا برای اوگی داره و یه جا برای من. خب خیلی مراقب باشین. راستی شنیدم رو سیاره یه جونیپر جونه برای جالبی به اسم حباب زندگی میکنه. آماده یه پرتاب بیشید نیست باش رو عقب. خدا نگه دار. خدا نگه دار. پنج چهار سه دو یک. میخواست منم باهاشون میرفتم. چه احساس عجیب و غریبی دارم، انگار یکی دلمو چنگ میزنه. وای بفرمایید دیدی بابین رسیدیم به سیاره یه جونیپر. وای بابی نگاه کن. تو حالت خوبه؟ خودم هم نمیدونم. ای کاش از نیم میپرسیدم خب بابا چجور موجوداتی هم. به نظر نمیاد رفتارش دوستانه باشه. وای نه، چند تا دیگه هم اومدن. زود باش اوکی بیا برگردیم تو موشک، بهتر سری بریم خونه. چی شده اوگی؟ چرا روشن نمیشه؟ منم نمیدونم، حتما خراب شده. کاش که میبی اینجا بود. بابینوگی رفتن فضا. چرا من هنوز همون احساس عجیب و غریب رو دارم؟ ای کاش این احساس رو نداشتم. لازمه یه چیزایی رو ببینی، پس بیا از دریچه من نگاه.
اوئن به یه مهمونی دعوت شده، ولی میدونینی اصلاً خوشش نمیاد که با این احساس ناراحتی و دلشوره وارد اینجا شده. ای کاش از بچهای غریبه خجالت نمی‌کشیده. اما من مطمئنم به موقعش سعی خودشو میکنه که بهش خوش بگذره. صبر کن تا خودت ببینی. تو چنین شرایطی خیلی های دیگه هم همچین احساسی دارن. طبیعیه اگه وقتی تنهایی ما از یه جمعی بیرون موندیم ناراحت باشیم. نگاه کن چقدر داری به بچهای دیگه خوش میگذره، ولی اون مثل من شده. از صورتش معلومه ناراحته. یه جورایی هم دلشوره داره. پس فقط من نیستم که گاهی احساس تنهایی دلتنگی میکنم. معلومه که نه، دل هر کسی گاهی میگیره و اون موقع بهترین کار اینه که حرفشو به یکی دیگه بگه. اینجوری حالت خیلی بهتر میشه. حالا فهمیدم. پس اگه به معلم یا پدر یا مادرمون بگیم که چه احساسی داریم، غصه از دلمون میره؟ بله، کاملا درسته. اگه دوروبری ها بدونن ما در چه حالیم، میتونن بهمون کمک کنن. و اگه دوستامون بفهمن ما خوشحالیم، اونا هم خوشحال میشن. تازه کیف بازی به اینه که همه با هم باشن. نگاه کن، اوئن هم اومده بازی کنه، مثل بقیه داره لذت میبره. چون دارن قایم پاشت بازی میکنن. من این بازی رو بیشتر از هر بازی دیگه ای دوست دارم. همه دارن با هم بازی میکنن، چقدر خوشحالن. چه خوبه که هیچ کس تو دلش قصه ای نداره. بله، کیه که دوست داشته باشه قصه بخوره؟ بدون که اگه به کسی لبخند بزنی، اونم حتما با یه لبخند جواب تو میده. اینجوری همه خندون میشن. چه خوب، منم دارم میخندم. از خوشحالی این بچه ها شاد شدم. آفرین نیب، اصلا هدف از دور هم جمع شدن همینه. مهمونی برای اینه که خنده روی لب همه بنشینه. اوئن میره باشون بازی میکنه، دیگه خجالت نمیکشه، احساس ناراحتی نمیکنه و در کنار بچه ها بهش خوش میگذره. تو میگی میگذره یه پاشون وایی سر یا چون میسوزن؟ خب هرچی باید نشونت میدادم دادم، حالا با خودته که درست تصمیم بگیری. حالا فهمیدم ما گاهی میتونیم با نگاه کردن به صورت تو رو برایمون متوجه بشیم که چه احساسی دارم. ای کاش به اوگی و بابی میگفتم ناراحت شدم که میخوان تنها بذارن. آخ جون، یه فکری به سرم زن. اوگی درست شد؟ با هنوز که نه. تا حالا یه جورایی سر این هوابا رو گرم کنم؟ آخه چطوری؟ چه میدونم، براشون براشون ادا در بیا. هی چی چاله، هر کاری میکنم اینا هم حدامو در میارن. آگی ببینشون. حتما برای دوباره روشن کردن موشک احتیاج به قطعه دیگه هست. نکنه همونی باشه که میب نشونه داد. خدای من، باورم نمیشه. چه خوب، نیب با نقشه جادهی خودشو رسون. آخ جود، نیب جونه او رو نجات میده. وای نیب، چقدر از دیدنت خوشحالم. ولی بگو ببینم از کجا فهمیدی ما احتیاج به کمک داریم؟ از هیچ جا، اومدم ببینمتون. دلم برای این حبابای نازم تنگ شده بود. اینا همیشه بیازارن؟ آه بله، فقط هر کاری دیگران بکنن ازشون رو در میارن. برای همین هم نمیشه فهمی خودشون چه احساسی دارن. ولی من الان میدونم خودم چه احساسی دارم. تازه دوربین جادویی هم به هم گفت خوب احساسم رو به دیگران بگم. من بیشتر وقتا خوشحالم، ولی امروز یه جور دیگه بودم. از اینکه نذاشتین تو ساختن موشک کمکتون کنم دلم گرفت و غمگین شدم. بابا متوجه نشدم که اینقدر دوست داشتین کمک کنی. بعدش هم احساس تنهایی کردم، چون منو گذاشتین و خودتون راه افتادین و اومدین فضا. او نیب، نمیدونی چقدر دل منم برای تنگ شده بود. منو ببخش. اشکالی نداره، خوشحالم که با کمک نقشه جادویتون لذت بیام. مهم اینه که الان خوشتونم. خودمونی ولی خیلی زرنگی. تازه یه چیزی هم بودن. وای همونی که کم داشتی. خوشی سود باش بذاره سر جا.
بچه جادویی بشم. بله چه خوب میشه با هم برگردیم خونه. اگه من همراه میب برم تو ناراحت میشی؟ نه به هیچ وجه، بدم نمیاد تنهایی سوار موشک بشم. 5 4 3 2 1 بچه ها انگار اوهن از مهمونی برگشتی. نمیدونم برای چه احساسی داره. من خیلی خیلی خوشحالم. بابی بیا برو تو موشک. متشکرم اوهن. امیدوارم تو توی پرواز با موشک ماهرتر از اوگی باشی. میب تو هم برو سوار شو. ممنون اوگی. حالا نوبت توه. با کمال میل تو مهمونی خیلی به هم خوش گذشت. حسابی کیف کردم. چه